رسانه ملی تلاش کرده با ایجاد فرصت برابر برای هر شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری 12 شما را با دیدگاه های مختلف نامزدهای محترم آشنا کنه. دیدگاه هایی که تعیین کننده یا رأی شما در 29 اردیبهشت ماه 1396 خواهد بود. در این برنامه در خدمت جناب آقای اسحاق جهانگیری، یکی از نامزدهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم که خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی ملت عزیز و بزرگوار ایران و بینندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم. امیدوار هستم که بتوانیم با این برنامه و برنامه‌های دیگری که در صدا و سیما انجام می‌گیره به آگاهی مردم برای انتخاب بهتر در ریاست جمهوری انشالله کمک بکنه. انشالله لازم به توضیح هستش که سوالات این برنامه پیشتر به رؤیت نامزدهای محترم میرسه تا از میان سوالهای ارائه شده هر آن سوالی رو که مایل به پاسخگویی هستند انتخاب کنند. جناب آقای جهانگیری اعلام کردن که در این برنامه پاسخگوی همه سوالات ما خواهند بود. سری اول از گفتگوی شبکه خبر با نامزدهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری به سوالاتی در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی اختصاص خواهد داشت. جناب آقای جهانگیری، مطمئنا از روی کابینه میشه مسیر و اهداف دولت آینده شما رو تشخیص داد. ممکنه اسامی افرادی که برای کابینه برگزیدید اینجا اعلام بکنید تا از روی شناختی که مردم نسبت به شخصیت این افراد دارن وزن کابینه شما رو بسنجن و ببینن که ارزیابیشون از این کابینه چه است؟ خب به طور طبیعی مهمترین اقدامی که رئیس جمهور بعد از رأیی که از مردم میگیره باید انجام بده برای تشکیل دولت، انتخاب همکارانش در سطح کابینه است که از وزرا و معاونین رئیس جمهور هستند. رئیس جمهور برای انتخاب اینها نیازمند مشورت‌های مختلفی است، هم مشورت با گروه ها و احزاب، هم مشورت با مقامات دیگر نظام و حتی در یک تعامل با مجلس. مهم این هست که کابینه باید کارآمد باشه. کارآمدی کابینه در این هست که باید بتواند مشکلات کشور حل بکنه. مردم وقتی کابینه رو کارآمد میدونن که ببینن این کابینه با تصمیماتی که میگیره گره‌هایی از زندگی اونها باز میکنه، مسیر توسعه کشور هموار میکنه، اقداماتی انجام میده که کشور از جهات مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی به سمت توسعه حرکت بکنه. در این موقعیت میشه فقط به شاخصها اشاره کرد. افرادی که انتخاب میشن با توجه به برنامه‌ای که وجود داره باید برنامه رو قبول داشته باشن، باید افرادی باشن که بتوانند از در بین متخصصین رشته مورد نظر جز سرآمدها باشند. برخی از اعضای کابینه اعضای فنی هستند. وزیری که انتخاب میشه بیشتر از اینکه جهتگیری سیاسیش مهم باشه، جهتگیری فنیش مهمه. مهم این است که در بین فعالان اون بخش این فرد به عنوان یکی از کارآمدهای اون فن به اون رشته شناخته بشه، نه تنها در بخش دولت، در بخش خصوصی، در نیروهای دانشگاهی یک چنین توانی برای فرد قائل باشن. باید آدم امینی باشه، پاک دست باشه. این پیش نیاز هر مسئولی در سطح کلان جمهوری اسلامی و در سطح میانی است که پاک دستی برای هر مسئولی در هر نظامی، خصوصا در نظام جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از شاخصهای تعیین کننده است. از تحرک کافی برخوردار باشه، بتواند با حضور به موقع در فعالیت‌های مختلف حضورش به موقع باشه، تصمیم گیری به موقع انجام بده، نیروها رو هم جهت بکنه برای پیشرفت کار. خب به صورت طبیعی یک کابینه ای باید باشه که همه جریانات کشور احساس بکنن که در این کابینه حضور دارن، در این کابینه نماینده دارن. همه اقشار جامعه، زنان، جوانان، افراد مجرب باید احساس بکنن که در چنین کابینه حضور دارن و نماینده دارن. من امیدوار هستم که کابینه ای که انتخاب بکنم، اگر این توفیق در واقع نصیب من باشه، یک کابینه شگفتی سازی باشه. مردم ایران وقتی لیست کابینه رو بشنون همه یک احسنتی از دل خودشون بگن که نیروهای مناسبی برای اداره کشور انتخاب شد. در کابینه خودتون چقدر به جوانها میدون میدید و فکر میکنید که متوسط سنی مطلوب برای کابینه چقدر باشه خوبه؟ کشور ما کشور جوان نیست. نیروهای جوان تعیین کننده هستند.
فرصت بسیار مناسبی برای توسعه کشور هست. ما حتما مردمون توجه دارن و اطلاع دارن. خیلی از کشورهای دنیا متاسفانه نیروی جوان و نیروی کار ندارن. عمدتا جامعهشون جامعه تبدیل به جامعه پیر شده. به همین دلیل فضا رو باز کردن که نخبگان جوان از کشورهای دیگه جذب کنن. ما این نعمت الهی برخوردار هستیم که یک جمعیت جوان داریم، دختران و پسران جوانی که تحصیل کرده هستن، از توانمندی بسیار خوبی برخوردار هستن. در همه ی زمینه ها ما باید برای جوانان فرصت ایجاد بکنیم، خصوصا فرصت مدیریت کشور. کسی که به آینده ایران فکر میکنه، کسی که به پیشرفت ایران فکر میکنه، بالاخره مدیریت آینده ایران باید همین نسل جوان امروزی باشن. البته من طرفدار طی کردن مدیریت پله‌ای هستم. من اصلا طرفدار طی کردن مدیریت به اصطلاح آسانسوری نیستم که به دلیل یک رابطه‌ای، به دلیل یک وابستگی، یه دفعه یک فردی از یک طبقه به طبقه بالا صعود کنه و ارتقا پیدا بکنه. البته ارتقا بر اساس توانمندی ها خوبه، ولی هر چه انسان بتواند سطوح مدیریتی رو پله پله طی بکنه. من خودم از جهاد دهستان شروع کردم، شهرستان بودم، استان بودم، استاندار بودم، نماینده مجلس بودم، وزیر بودم، معاون اول بودم. این جور طی کردن درجه مدیریتی از یک تجربه بسیار بالای انسان برخوردار هست. نیروهای جوان حتما باید وارد نظام مدیریت و سیستم مدیریت کشور بشن در سطوح مختلف. در کابینه ما حتما باید افراد جوان پرتحرک داشته باشیم. من فکر میکنم کابینه آینده کابینه خواهد بود که سهم جوانان بیشتر خواهد بود و بر اساس پیشبینی فکر میکنم که سن متوسط حدود 45 سال باید باشه. خانم ها حتما، زنها حتما در کابینه آینده سهم تعیین کننده ای دارن. زنها نیمی از جامعه ایرانن. واقعا بعضی موقع به توانمندی زنها بی توجهی میشه. بالاخره اینا باید در سطوح مدیریتی حضور داشته باشن. ما خوشبختانه در دولت 11 هم سفیر زن انتخاب کردیم، هم فرموندار، هم مدیر کل، هم معاون رئیس جمهور. باید در کابینه 12 این حضور زنها در سطوح مدیریتی حتما پررنگ‌تر باشه. در بین دوستان، نزدیکان یا آشنایان کسانی هستن که شایستگی حضور در کابینه رو داشته باشن یا تصدی یک پستی رو، در این مواقع احتیاط میکنید یا باز عمل خواهید کرد؟ منظور از دوستان اگر افرادی باشه که صرفا باشون آشنایی دارم حتما وجود داره، ولی اگر منظور از بستگان باشه، من از سیستم مدیریتم تا الان این بوده، اینم چیزی نیست که ادعا بکنم، من هم استاندار بودم، هم وزیر معادن فلزات بودم، هم وزیر صنایع معدن بودم، هم امروز معاون اول رئیس جمهورم. یکی از بستگان من در هیچ کدوم از این حوزه‌های مدیریتی در سیستمی که من مسئولیتش داشتم حضور نداشتن. حتما اونا هم افراد توانایی هستن، دلیل نداره که اونا حتما جایی باشن که من حضور دارم. میتونن در جای دیگه مسئولیت داشته باشن، در جای دیگه برن کار بکنن، کار خصوصی بکنن. نه، تا الان هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارم. فکرم میکنم این روشی داشتم روش خوبی بوده، همین روش ادامه خواهم. جناب جهانگیری، یکی از هنرهای رئیس جمهور ایجاد تعامل بین قوا و دستگاه‌ها برای مدیریت ظرفیت‌های ملی و حاکمیتی کشور برای پیشرفت کشوره. برخی از رؤسای جمهور با نگاه بخشی در این زمینه موفق عمل نکردن. فکر میکنه که یک رئیس جمهور چطور میتونه ظرفیت‌های ملی و حاکمیتی رو برای تحقق بخشیدن به وعده‌های انتخاباتیش در چارچوب اهداف نظام فعال بکنه؟ من تصوری دارم از اداره کشور شاید با دیگران متفاوت باشه و اون هست که این کشور قادر هست مسائلش به سرعت حل بکنه، قادر هست مسائل پیچیده رو آسان بکنه و براش راه حل داشته باشه. متاسفانه برخی سبک مدیریت ها این هست که مسائل ساده رو بحرانی میکنن، بعد در حلش ناتوان میمونن، برای کشور و برای مردم هزینه های بسیار زیادی تحمیل میکنن. هنر مدیریت در سطح کلان کشور این هست که مدیرانی به کمک بگیره که این مدیرا قدرت این داشته باشن قبل از اینکه مسئله تبدیل به آسیب بشه، تبدیل به بحران بشه، حل بکنن که به سمت بحران پیش نره. خب این ظرفیت در داخل کشور وجود داره. رئیس جمهور جایگاه بسیار مهمی هست.
در مرحله اول مهمترین عامل تعیین کننده برای رئیس جمهور موفق، رئیس جمهور مقام دوم کشور هست. با مقام اول کشور باید همسو و همجهت باشه و همراه باشه. اگر این همراهی انجام بگیره، رئیس جمهور قادر خواهد بود که بقیه ظرفیت‌ها رو با خودش همراه بکنه. قوه قضاییه، مجلس، نیروهای مسلح، ظرفیت‌هایی که وجود داره در سطح کشور که در اختیار قوه مجریه نیست، هر کدومش برای خودش یک استقلال عملی داره. من فکر می‌کنم که اگر اینا در یک جهت قرار بگیره، مشکلات کشور حل میشه. تجربه مدیریتی من در این راستا این به مردم، این اعتماد به مردم میده که من فردی هستم که قادر هستم این همجهتی رو به وجود بیارم، قادر هستم که این همراهی که قوای دیگه باید همراهی بکنن که دولت بتواند مشکلات مردم حل بکنه. رئیس جمهور نماینده مردم هست، رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب میشه، رئیس جمهور نفر دوم کشور بعد از مقام رهبری است. مردم انتظار دارن که به رئیس جمهوری که رأی دادن، این رئیس جمهور قدرت داشته باشه و توانایی این داشته باشه که همه ظرفیت‌های اداره کشور در یک جهت برای حل مشکلات قرار بده. اگر شما به عنوان رئیس جمهور با سران دو قوه دیگر اختلافی پیدا کنید، این اختلاف رو چطور حل خواهید کرد؟ آیا این اختلاف رو به میان جامعه نمی‌کشونید؟ جامعه رو ملتهب نمی‌کنید؟ دولت مسئول اداره کشور هست. اولین دستگاهی که از التهاب جامعه، از نگرانی مردم آسیب می‌بینه، خود دولت است. چون مردم وقتی مشکلاتشون زیاد شد، بیش از اینکه از هر کسی دیگری مطالبه بکنن که چرا مشکل ما حل نشد، از دولت خواهد بود که چرا مشکل ما حل نکرده. لذا دولت و شخص رئیس جمهور باید قادر باشه که به سوال کشور در جاهایی که باید حل بکنه حل بکنه. رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است، رئیس جمهور رئیس شورای انقلاب فرهنگی است، رئیس شوراهایی است که رؤسای قوای دیگه، مسئولین تصمیم گیری در اونجا حضور دارن. اگر مسئله نیاز داشته باشه حل بکنه، در اونجا حل میکنه. مسئله ای که نیاز داشته باشه به اطلاع مردم برسونه، مسئله ای است که اطلاع مردم براش مفیده. هیچ وقت مردم از این خوشحال نمیشن که بشنون رئیس جمهور با قوای دیگه درگیره. مردم از این خوشحال میشن که بشنون رئیس جمهور داره مشکلاتشون حل میکنه. رهبر معظم انقلاب حفظ روحیه انقلابیگری و پاسداشت از ارزش‌ها رو برای مسئولان کاملا مهم خواندند و فکر می‌کنید که بر مبنای شاخص‌های رهبری چقدر از این روحیه برخورد دارید و برای ترویج اون در بین جامعه چه خواهید کرد؟ ببینید، ما یه انقلاب کردیم. امام آرمان‌های برای انقلاب ترسیم کردند. مهمترین آرمان انقلاب اسلامی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است. انقلابی کسی است که دنبال آرمان‌های انقلاب باشه، دنبال استقلال باشه، دنبال آزادی‌هایی که قانون اساسی برای مردم پیش‌بینی کرده باشه، دنبال جمهوری اسلامی به معنای حاکمیت رأی مردم، مردم سالاری به معنای حاکمیت ارزش‌های دینی باشه. اینها ارزش‌هایی است که در واقع انقلابی بودن باش سنجیده میشه. من فکر می‌کنم که در هر مقطعی متناسب با نیازهای اون مقطعی از تاریخ باید انقلابی بودن عمل بکنه. انقلابی بودن بحران سازی نیست، انقلابی بودن خشونت نیست، انقلابی گری افراطی گری نیست. انقلابی گری این هست که چگونه ما میتونیم آرمان های انقلاب رو محقق بکنیم، چگونه میتونیم از استقلال ایران دفاع بکنیم، چگونه میتونیم قدرت اقتصادی ایران بالا ببریم. زمانی جنگ انقلابی کسی است که به جبهه میره، زمانی که سازندگی انقلابی کسی است که خش روی خش میگذاره که این کشور پیشرفت بکنه، این کشور توسعه پیدا بکنه. من فکر میکنم که در این زمینه تا کنون در زندگی خودم هم از همه شاخصهای انقلابی بودن با این تعریفی که خودم دارم حفاظت کردم، حراست کردم، بر اساس نیازهای جمهوری اسلامی در اون جایی که لازم بوده عمل کردم. فکر میکنید که کارهای رئیس جمهور بیشتر به توان مدیریتی و اجرایی او برمیگرده یا میزان اختیاراتی که قانون اساسی در اختیارش گذاشته یا میزان پایبندیش به اهداف انقلاب، آرمانهای امام، خواستهای رهبری؟ به هر ستاش هیچ کدوم از اینا در تضاد با دیگری نیست. رئیس جمهوری که تجربه کافی برای اداره امور کلان کشور نداشته باشه، رئیس جمهوری که مدیریت گذشتهش مدیریت موفقی نبوده باشه. ببینید، مسائل کلان کشور یا سیاست خارجی است یا سیاست داخلی است یا اقتصاد هست، در اقتصاد شاخصهای کلان اقتصاد هست. اینها معمولا یا در دولت ها بس میشه یا در مجلس بس میشه.
کسی که سابقه دولت مجلس نداشته باشه خیلی دشواره که به مثال کلان کشور آگاه باشه. در دورانی که سابقه داشته تصمیم گیریاش مهمه که چگونه تصمیم گیری کرده. پس سابقه رئیس جمهور، تواناییش در حل مسائل کشور، توانایی عملیاتیش که عمل کرده، تصمیم گرفته، نه اینکه شعار داده باشه. اون جایی که رئیس جمهور لازم بوده در گذشته یک تصمیم بگیره، آیا تصمیم دقیق گرفته یا نگرفته. قانون اساسی هم رئیس جمهور شخصیت دوم کشور میدونه. مردم باید بدونن دارن به شخصیت دوم کشور رأی میدن. کسی رو انتخاب میکنن که بعد از رهبری مهمترین شخصیت کشور هست. خب حتما کسی که جایگاهش جایگاه نفر دوم هست، مسئول اجرای قانون اساسی هست، علاوه بر اینکه رئیس قوه مجریه است، مسئول اجرای قانون اساسی است، اصول قانون اساسی. سوگندی که رئیس جمهور میخوره خیلی سوگند سنگینی است. رئیس جمهور در پیشگاه خداوند متعال به قرآن سوگند یاد میکنه که یک مجموعه کارهای بسیار مهم انجام بده. هم باید به توانمندی خودش مطمئن باشه که قادر هست این کار رو انجام بده، هم این حق قانون اساسی بهش داده که چنین کارهای بزرگی انجام بده، باید الزاماتش و ابزارش براش فراهم بشه. رئیس جمهور حتما باید با تکیه بر آرمانهایی که برای نظام ترسیم شده حرکت بکنه. من فکر میکنم که همه اینها میتونه و باید در کنار هم قرار بگیره که ما یک رئیس جمهور توانا و کارآمدی برای کشور داشته باشیم. جناب آقای جهانگیری، چقدر توان کار با منتقدان خودتون رو دارید؟ آیا منتقدان در کابینه شما یا حداقل به عنوان مشاور جایگاهی خواهند داشت در دولت شما؟ من شخصا معتقد هستم که کسانی که انتقاد میکنن از سیاست های دولت، از برنامه های دولت، از عملیات اجرایی دولت، دارن به دولت کمک میکنن. کمک میکنن که دولت بهتر تصمیم گیری بکنه. از وقت خودشون، از سرمایه خودشون میگذارن، مطالعه میکنن سیاست ها و راهکار میدن، نقد میکنن سیاستی که دولت تصمیم گرفته. اگر نقد نشه دولت در یک مسیر اشتباهی بره، ممکن است بره جلو به خودش تنها نه، کشور به پرتگاه ببره، کشور به جای خطرناکی ببره. منتقدین به موقع چراغ قرمز روشن میکنن، به موقع آژیرهای خطر به صدا در میارن که این مسیری که داری میری اشتباه است. باید قدر منتقدان دانست، باید از منتقدان با آغوش باز استقبال کرد. مسئله ای که وجود داره بین انتقاد و تخریب دو تا موضوع و دو تا مسئله جداگانه است. یه عده از ابتدایی که یه گروهی میخوان کار بکنن، چون این گروه رو در جهت خودشون نمیدونن، در جهت سیاسی با خودشون همراه نمیدونن، در واقع با رأی ملت ضدیت میکنن، با ملت ضدیت میکنن، میخوان ملت به ملت پشیمان بکنن از کاری که ملت انجام داده. اینا تخریبه، وگرنه انتقاد باید با آغوش باز استقبال کرد. من حتما همینطور که تا الان در همه جایی که کار کردم، یکی از روشهایی که پیش گرفتم این بوده که منتقدین در کنارم باشه. من در وزارت صنعت معدن بخش خصوصی که به صورت طبیعی باید تبعیت بکنه از سیاست‌های صنعتی که اتخاذ میشه، یک مجموعه 15 نفری از بخش خصوصی به عنوان مشاورین خصوصی انتخاب کردم. گفتم هر تصمیمی که در دولت و در وزارت صنایع قرار است گرفته بشه، ابتدا شما ببینین، اگر شما تایید کردین بعد به ما بدین، ما اون تصمیم رو قبول داشتیم اجرا میکنیم. بسیار خوب، وارد حوزه سیاست خارجی بشیم و سوالاتی که در این زمینه مطرح هست. رهبر معظم انقلاب در عید مبعث به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توصیه کردن که برای حل مشکلات کشور و گشودن گره‌ها نگاه به بیرون از مرزها نداشته باشند، بلکه نگاهشون به مردم و توانایی‌های داخل کشور باشه. لطفاً از دوربین شبکه خبر این قول رو به مردم بدید. من از دوربین شبکه خبر استفاده میکنم، یه مقدار توضیح میدم این موضوع. ببینید، نگاه به بیرون کردن به این معنا که منتظر بمانیم که بیرون امکاناتی بیاید، یک توجهی بکند، مشکلات ما حل بشه، خب این حتما یک راه اشتباهی است. مردمی، کشوری که نتواند برای حل مشکلات خودش فکر بکنه، خودش برنامه ریزی بکنه، خودش راهکار پیدا بکنه، ظرفیت‌های داخلی کشور به حرکت در نیاره، این کشور کشور پرپتانسیلی است. ایران کشور بزرگی است. ظرفیت‌هایی که در ایران قرار داره خیلی زیاده. در بخش اقتصادی ما بهترین منابع نفت و گاز داریم. ما بهترین معادن در ایران داریم. ما بهترین
موقعیت جغرافیایی ایران داره، 15 کشور همسایه ایران است، در جنوب ایران خلیج فارس، دریای عمان، در شمال دریای خزر. ما نیروی انسانی بسیار قوی داریم، ما جوانان بسیار برومندی داریم، ما تحصیل کرده ها و نخبه های زیادی داریم. ده ها صد ها فرصت در ایران وجود داره که این فرصت ها رو ما باید بهشون متکی بشیم برای توسعه ایران. ولی اگر نگاه به بیرون ببریم تو اقتصاد مقاومتی، ببینیم اقتصاد مقاومتی چگونه با این برخورد میکنه. من از طرف مقام معظم رهبری بهم گفته شده فرمانده اقتصاد مقاومتی. ما یک ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی در دولت درست کردیم و بنده فرمانده این ستاد و مسئول این ستاد هستم. اقتصاد مقاومتی 5 رویکرد اصلی داره که این رویکردها در همه دستگاه‌ها باید اجرا بشه. 2 از این رویکردها، یکی از درونزایی، دیگری از برون‌نگری. درونزایی یعنی همه ظرفیت‌ها به کار گرفته بشه در داخل، آن چه ظرفیت ایران هست ازش باید استفاده بشه. برون‌نگری یعنی با دنیا تعامل بکنیم. ما یک اقتصاد منزوی نمیتونیم داشته باشیم، ما یک اقتصاد محصور نمیتونیم داشته باشیم. اقتصاد ایران الان طبق آمارهای معتبر بین المللی 18 اقتصاد دنیاست، اقتصاد بزرگی است، میلیاردها دلار سالی این اقتصاد با دنیا تعامل داره. ما از برونگرایی این 3 مطلب میتونیم: 1 اینکه با کالامون به دنیا صادر بکنیم، کالایی در داخل ایران تولید بکنیم به دنیا صادر بکنیم، شرکت های خدماتی ایران بتوانند در دنیا کار از دنیا بگیرن، کار عمرانی، کارهای توسعه‌ای اجرا بکنن، صدور خدمات فنی و مهندسی. بتوانیم از دنیا کشورهای صاحب فناوری، تکنولوژی و فناوری‌های روز وارد کشورمون بکنیم. بتوانیم در اون جایی که نیاز به منابع خارجی داریم، منابع خارجی وارد بکنیم. ما الان فقط برای بخش صنعت نفت و گاز کشور 200 میلیارد دلار تر تهیه کردیم. خب معلومه که این 200 میلیارد دلار ما باید از خارج تامین بکنیم. ما نباید منابع داخلی ممکن میتونه در جاهای ضروری مثل روستاهای کشور، مناطق محروم کشور، مناطق نیازمند کشور هزینه بکنیم ببریم در صنعت نفت و گاز. صنعت نفت و گاز اینقدر جاذبه داره که بشود از جاهای دیگه براش منابع جذب کرد. برونگرایی رو باید بهش توجه کرد. برونگرایی اقتصاد به این معنا باید با دنیا تعامل داشته باشیم، با دنیا در گفتگو باشیم، با دنیا بتونیم حتما از مسائل دنیا استفاده کنیم. اولویت سیاست خارجی شما چه است؟ ارتباط با کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین یا دیگر نقاط جهان و چرا؟ ببین، اولویت بر اساس منافع ملی کشور تعریف میشه. ما در هر جا منافع ملیمون بیشتر تامین بشه اونجا میشه اولویت ما. حتما کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان جز اولویت اول ما هستن. ما اگه بخوایم با همسایه‌هامون حتی امنیتمون تعریف بکنیم، امنیت ما حتما با همسایه‌مون با هم گره میخوره. لذا اولویت نخست ماست، هم در تعامل اقتصادی ما، هم در تعامل‌های فرهنگی ما، هم در تعامل دیگه. ما حتما مسائلی که در آسیا داریم، به عنوانی که عضو آسیا هستیم و من بر اساس پیشبینی‌های معتبری که دارم از در قرن 21 دیگه دو طرف آتلانتیک تعیین کننده نیست برای توسعه. دو طرف آتلانتیک سهمش کمتر میشه در اقتصاد جهانی. آسیاست که سهمش افزایش پیدا میکنه، هند سهمش افزایش پیدا میکنه، چین سهمش افزایش پیدا میکنه. ما رزار باید روی کردمون حتما به کشورهایی باشه که فکر میکنیم در آینده در منطقه آسیا بیشترین توسعه دارن. حتما در کشورهای آفریقا ما جایی وجود داره که جزء اولویت‌هامون هست کار بکنیم. حتما در آمریکا جایی وجود داره که جزء اولویت‌هامون هست که باید کار بکنیم. و همینطور در قاره اروپا ما به هر حال هر جایی که منافع ملی کشور به اون وابستگی داشته باشه میشه در اولویت‌های ما بر اساس نیازهایی که داریم، بر اساس امنیت ملیمون و منافع ملیمون تصمیم گیری میکنیم. و راهبر دولت شما در منطقه برای حمایت از مقاومت از چه مؤلفه‌ای برخورداره؟ منطقه ما منطقه حساسی است. متاسفانه در مقطع فعلی با اتفاقات جدیدی روبرو شد. من فکر میکنم بخشی از این اتفاقات صرفا برای آسیب زدن به ایران طراحی شد. هم در قدرت‌های جهانی چنین فکری شد، هم برخی از کشورهای منطقه متاسفانه این همراهی کردند. داعش و گروه‌های تکفیری امروز به عنوان
یک موضوع بسیار خطرناکی در کشورهای منطقه ما، خصوصا در کشورهای همسایه ما دارن خونریزی میکنن، مسلمون ها رو قتل عام میکنن و حتما حرکت هایی که اینا دارن در منطقه انجام میدن روی امنیت ایران حساسه. ما امنیت کشورمون و امنیت مردممون با هیچ چیز معاوضه نمی کنیم. باید مردم ایران همینجور که در مقطع فعلی به فضل الهی، به همت نیروهای مسلح، به همت مردم ما بهترین امنیت داریم در این کانون ناامن منطقه، ما از این امنیت باید حفاظت بکنیم و تا اونجایی که امنیت ایران و منافع ملی ایران ایجاب بکنه باید حتما در منطقه حضورمون به نوعی باشه که بتونیم منافع ایران و امنیت ایران حفاظت بکنیم. جناب جهانگیری، اگر آمریکا به هر بهانه‌ای تحریم جدیدی درباره ایران وضع بکنه، به موازات محکوم کردن چه اقدام عملی رو انجام خواهید داد؟ ببینید، به بهانه ممکنه بهانه‌های جدیدی پیدا بکنه، تحریم بکنه. از اول انقلاب هم آمریکا همواره تحریم کرده. تحریم‌های آمریکا هم هیچ وقت در اقتصاد ایران کارساز نبود. تحریم‌های آمریکا وقتی مؤثر میشه، وقتی اقتصاد ایران اذیت میکنه که دنیا خصوصا کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر با خودش همراه بکنه. ما مهمترین رسالتمون در سیاست خارجی این هست که با دیپلماسی فعال و قوی مانع این بشیم که آمریکا بتواند اجماعی از کشورهای قدرتمند دنیا علیه ملت ایران شکل بده و نشون دادیم که قادریم چنین نقشی ایفا بکنیم. برجام در واقع یک نمونه موفق از کار ماست که ما توانستیم خواسته خودمون بر قدرت‌های بزرگ دنیا تحمیل بکنیم. قدرت‌های بزرگ به طور قطع نمی‌خواستن حتی ایران یک دونه سانتریفیوژ داشته باشه. اصلا نمی‌خواستن ایران فناوری هسته‌ای داشته باشه. ما به فناوری هسته‌ای رسیدیم. یک اجماع بزرگ ملت ایران بود. این فناوری هسته‌ای رو به قدرت‌های بزرگ دنیا تحمیل کردیم، اونا حق هسته‌ای ما رو پذیرفتن. لذا اون یک توافق بین‌المللی است. آمریکایی‌ها هر وقت بخوان حرکتی مغایر با او انجام بدن، حتما با عکس‌العمل ایران روبرو میشه. ایران کشور بزرگی است، میتونه عکس‌العمل داشته باشه و عکس‌العملش جوری باشه که کسی که میخواد ایران در فشار قرار بده حتما پشیمان بشه از اقدامش. بسیار خوب، حدود دو دقیقه از فرصت شما در این برنامه باقی مونده. اگر راجع موضوعی که مایل بودید صحبت بفرمایید و من نپرسیدم، این فرصت در اختیار شماست. من فکر میکنم که شرایط داخلی ایران، شرایط بین المللی ایران، وضعیت به نقطه رسونده که ما باید دنبال راهکارهای جدی باشیم. ما چالش های بزرگی پیش روی کشور اون داریم. این چالش ها با انسجام، با اینکه همه با هم باشیم، همه برای ایران باشیم، ایران به معنای واقعی دوست بداریم و همه تلاش بکنیم که مشکلات از پیش روی ایران برطرف بشه، این قدم اول است. برای اینکه این اتفاق بیفته همه باید بیان به صحنه. این نباشه که یک گروهی پیروز بشه، گروه دیگر احساس بکنه شکست خورده. باید تمام جریانات سیاسی، تمام ظرفیت‌های مدیریتی کشور باید به کار گرفته بشه. باید الگوی مدیریتی ترسیم بشود که با این الگو ما قادر باشیم مشکلات کشور حل بکنیم، قادر باشیم ابرشارش‌های پیش روی کشور پشت سر بذاریم. یکی از اونها مسئله بیکاریه، یکی از اونها مسئله آبه، یکی از اونها مسئله محیط زیسته و از این دست مشکلات. ما باید به شخصیت‌هامون احترام بگذاریم، ما باید به سرمایه‌های اجتماعی کشور احترام بگذاریم، ما باید سرمایه‌های نمادین این کشور که امروز تبدیل شدن به یک سرمایه بزرگ برای کشور، باید اینا رو احترام بگذاریم، باید اینا رو کمک بیاریم. هر کدوم از اینا قادر هستن یک گره و یک مشکل از مردم حل بکنن. چرا نمیگذاریم اینا بیان مشکلات مردم حل بکنن؟ چرا نمیگذاریم اینا بیان مشکلات جهان اسلام و منطقه رو حل بکنن؟ باید زمینه‌ای به وجود بیاریم که همه اینا بیان. و من فکر میکنم که دولت دوازدهم دولتی باید باشه که توانایی حل چنین مشکلاتی داشته باشه. در حد وسع و توان خودم در خدمت ملت ایران هستم برای اینکه بتونم در این مقطع از تاریخ نقشی ایفا بکنم برای حل مسائل و مشکلات پیش پای ملت. بسیار خوب جناب آقای جهانگیری، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه و از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. ممنون از حضورتون. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. و از شما بینندگان محترم هم که این گفتگو رو نگاه کردید، سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
در این موقعیت میشه فقط به شاخصها اشاره کرد. افرادی که انتخاب میشن با توجه برنامه‌ای که وجود داره باید برنامه رو قبول داشته باشن، باید افرادی باشن که بتوانند از در بین متخصصین رشته مورد نظر جز سرآمدها باشن. برخی از اعضای کابینه اعضای فنی هستند. وزیری که انتخاب میشه بیشتر از این که جهتگیری سیاسیش مهم باشه جهتگیری فنیش مهمه. مهم این است که در بین فعالان اون بخش این فرد به عنوان یکی از کارآمدهای اون فن به اون رشته شناخته بشه، نه تنها در بخش دولت، در بخش خصوصی، در نیروهای دانشگاهی یک چنین توانی برای فرد قائل باشن. باید آدم امینی باشه، پاک دست باشه. این پیش نیاز هر مسئولی در سطح کلان جمهوری اسلامی و در سطح میانی است که پاک دستی برای هر مسئولی در هر نظامی خصوصا در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شاخصهای تعیین کننده است. از تحرک کافی برخوردار باشه، بتواند با حضور به موقع در فعالیت‌های مختلف حضورش به موقع باشه، تصمیم گیری به موقع انجام بده، نیروها رو هم جهت بکنه برای پیشرفت کار. خب به صورت طبیعی یک کابینه باید باشه که همه جریانات کشور احساس بکنن که در این کابینه حضور دارن، در این کابینه نماینده دارن. همه اقشار جامعه، زنان، جوانان، افراد مجرب باید احساس بکنن که در چنین کابینه حضور دارن و نماینده دارن. من امیدوار هستم که کابینه ای که انتخاب بکنم اگر این توفیق در واقع نصیب من باشه یک کابینه شگفتی سازی باشه. مردم ایران وقتی لیست کابینه رو بشنون همه یک احسنتی از دل خودشون بگن که نیروهای مناسبی برای اداره کشور انتخاب شد. در کابینه خودتون چقدر به جوانها میدون میدید و فکر میکنید که متوسط سنی مطلوب برای کابینه چقدر باشه خوبه؟ کشور ما کشور جوان نیست. نیروهای جوان تعیین کننده هستند. فرصت بسیار مناسبی برای توسعه کشور هست. ما حتما مردممون توجه دارن و اطلاع دارن. خیلی از کشورهای دنیا متاسفانه نیروی جوان و نیروی کار ندارن. عمدتاً جامعهشون جامعه تبدیل به جامعه پیر شده. به همین دلیل فضا رو باز کردن که نخبگان جوان از کشورهای دیگه جذب کنن. ما این نعمت الهی برخوردار هستیم که یک جمعیت جوان داریم، دختران و پسران جوانی که تحصیل کرده هستن، از توانمندی بسیار خوبی برخوردار هستن. در همه این زمینه‌ها ما باید برای جوانان فرصت ایجاد بکنیم، خصوصاً فرصت مدیریت کشور. کسی که به آینده ایران فکر میکنه، کسی که به پیشرفت ایران فکر میکنه، بالاخره مدیریت آینده ایران باید همین نسل جوان امروزی باشن. البته من طرفدار طی کردن مدیریت پله‌ای هستم. من اصلا طرفدار طی کردن مدیریت به اصطلاح آسانسوری نیستم که به دلیل یک رابطه‌ای، به دلیل یک وابستگی یه دفعه یک فردی از یک طبقه به طبقه بالا صعود کنه و ارتقا پیدا بکنه. البته ارتقا بر اساس توانمندی ها خوبه، ولی هر چه انسان بتواند سطوح مدیریتی رو پله پله طی بکنه. من خودم از جهاد دهستان شروع کردم، شهرستان بودم، استان بودم، استاندار بودم، نماینده مجلس بودم، وزیر بودم، معاون اول بودم. این جور طی کردن درجه مدیریتی از یک تجربه بسیار بالای انسان برخوردار هست. نیروهای جوان حتما باید وارد نظام مدیریت و سیستم مدیریت کشور بشن در سطوح مختلف. در کابینه ما حتما باید افراد جوان پرتحرک داشته باشیم. من فکر میکنم کابینه آینده کابینه خواهد بود که سهم جوانان بیشتر خواهد بود و بر اساس پیشبینی فکر میکنم که سن متوسط حدود 45 سال باید باشه. خانم ها حتما، زن ها حتما در کابینه آینده سهم تعیین کننده ای دارن. زن ها نیمی از جامعه ایرانن. واقعا بعضی موقع به توانمندی زن ها بی توجهی میشه. بالاخره اینا باید در سطوح مدیریتی حضور داشته باشن. ما خوشبختانه در دولت 11 هم سفیر زن انتخاب کردیم، هم فرموندار، هم مدیر کل، هم معاون رئیس جمهور. باید در کابینه 12
این حضور زنها در سطوح مدیریتی حتما پررنگ‌تر میشه. در بین دوستان، نزدیکان یا آشنایان کسانی هستن که شایستگی حضور در کابینه رو داشته باشن یا تصدی یک پستی رو، در این مواقع احتیاط میکنید یا باز عمل خواهید کرد؟ منظور از دوستان اگر افرادی باشه که صرفا باشون آشنایی دارم حتما وجود داره، ولی اگر منظور از بستگان باشه، من از سیستم مدیریتم تا الان این بوده، اینم چیزی نیست که ادعا بکنم، من هم استاندار بودم، هم وزیر معادن فلزات بودم، هم وزیر صنایع معدن بودم، هم امروز معاون اول رئیس جمهورم. یکی از بستگان من در هیچ کدوم از این حوزه‌های مدیریتی در سیستمی که من مسئولیتش داشتم حضور نداشتن. حتما اونا هم افراد توانایی هستن، دلیل نداره که اونا حتما جایی باشن که من حضور دارم. میتونن در جای دیگه مسئولیت داشته باشن، در جای دیگه برن کار بکنن، کار خصوصی بکنن. نه، تا الان هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارم. فکرم میکنم این روشی داشتم روش خوبی بوده، همین روش ادامه خواهم. جناب جهانگیری، یکی از هنرهای رئیس جمهور ایجاد تعامل بین قوا و دستگاه‌ها برای مدیریت ظرفیت‌های ملی و حاکمیتی کشور برای پیشرفت کشور. برخی از رؤسای جمهور با نگاه بخشی در این زمینه موفق عمل نکردند. فکر می‌کنه که یک رئیس جمهور چطور می‌تونه ظرفیت‌های ملی و حاکمیتی رو برای تحقق بخشیدن به وعده‌های انتخاباتیش در چارچوب اهداف نظام فعال بکنه؟ من تصوری دارم از اداره کشور شاید با دیگران متفاوت باشه. و اون هست که این کشور قادر هست مسائلش به سرعت حل بکنه، قادر هست مسائل پیچیده رو آسان بکنه و براش راه حل داشته باشه. متاسفانه برخی سبک مدیریت ها این هست که مسائل ساده رو بحرانی میکنن، بعد در حلش ناتوان میمونن، برای کشور و برای مردم هزینه های بسیار زیادی تحمیل میکنن. هنر مدیریت در سطح کلان کشور این هست که مدیرانی به کمک بگیره که این مدیرا قدرت این داشته باشن قبل از اینکه مسئله تبدیل به آسیب بشه، تبدیل به بحران بشه، حل بکنن که به سمت بحران پیش نره. خب این ظرفیت در داخل کشور وجود داره. رئیس جمهور جایگاه بسیار مهمی هست. در مرحله اول مهمترین عامل تعیین کننده برای رئیس جمهور موفق، رئیس جمهور مقام دوم کشور هست. با مقام اول کشور باید همسو و همجهت باشه و همراه باشه. اگر این همراهی انجام بگیره، رئیس جمهور قادر خواهد بود که بقیه ظرفیت ها رو با خودش همراه بکنه. قوه قضاییه، مجلس، نیروهای مسلح، ظرفیت هایی که وجود داره در سطح کشور که در اختیار قوه مجریه نیست، هر کدومش برای خودش یک استقلال عملی داره. من فکر میکنم که اگر اینا در یک جهت قرار بگیره، مشکلات کشور حل میشه. تجربه مدیریتی من در این راستا این به مردم، این اعتماد به مردم میده که من فردی هستم که قادر هستم این همجهتی رو وجود بیارم، قادر هستم که این همراهی که قوای دیگه باید همراهی بکنن که دولت بتواند مشکلات مردم حل بکنه. رئیس جمهور نماینده مردم هست، رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب میشه، رئیس جمهور نفر دوم کشور بعد از مقام رهبری است. مردم انتظار دارن که به رئیس جمهوری که رأی دادن، این رئیس جمهور قدرت داشته باشه و توانایی این داشته باشه که همه ظرفیت های اداره کشور در یک جهت برای حل مشکلات قرار بده. اگر شما به عنوان رئیس جمهور با سران دو قوه دیگر اختلافی پیدا کنید، این اختلاف رو چطور حل خواهید کرد؟ آیا این اختلاف رو به میان جامعه نمیکشونید، جامعه رو ملتهب نمیکنید؟ دولت مسئول اداره کشور هست. اولین دستگاهی که از التهاب جامعه، از نگرانی مردم آسیب میبینه خود دولت است، چون مردم وقتی مشکلاتشون زیاد شد، بیش از این که از هر کسی دیگری مطالبه بکنن که چرا مشکل ما حل نشد، از دولت خواهد بود که چرا مشکل ما حل نکردن. لذا دولت و شخص رئیس جمهور باید قادر باشه که به سوال کشور در جاهایی که باید حل بکنه حل بکنه. رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است، رئیس جمهور رئیس شورای انقلاب فرهنگی است، رئیس شوراهایی است که رؤسای قوای دیگه، مسئولین تصمیم گیری در اونجا حضور دارن. اگر مسئله نیاز داشته باشه حل بکنه، در اونجا حل میکنه. مسئله ای که نیاز داشته باشه به اطلاع مردم برسونه، مسئله ای است که اطلاع مردم براش مفیده. هیچ وقت مردم از این خوشحال نمیشن که بشنون رئیس جمهور با قوای دیگه درگیره.
مردم از این خوشحال میشن که بشنون رئیس جمهور داره مشکلاتشون حل میکنه. رهبر معظم انقلاب حفظ روحیه انقلابیگری و پاسداشت از ارزش‌ها رو برای مسئولان کاملا مهم خواندند و فکر می‌کنید که بر مبنای شاخص‌های رهبری چقدر از این روحیه برخورد دارید و برای ترویج اون در بین جامعه چه خواهید کرد؟ ببینید ما یه انقلاب کردیم، امام آرمان‌های برای انقلاب ترسیم کردند. مهمترین آرمان انقلاب اسلامی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است. انقلابی کسی است که دنبال آرمان‌های انقلاب باشه، دنبال استقلال باشه، دنبال آزادی‌هایی که قانون اساسی برای مردم پیش بینی کرده باشه، دنبال جمهوری اسلامی به معنای حاکمیت رأی مردم، مردم سالاری به معنای حاکمیت ارزش‌های دینی باشه. اینها ارزش‌هایی است که در واقع انقلابی بودن باش سنجیده میشه. من فکر می‌کنم که در هر مقطعی متناسب با نیازهای اون مقطعی از تاریخ باید انقلابی بودن عمل بکنه. انقلابی بودن بحران سازی نیست، انقلابی بودن خشونت نیست، انقلابیگری افراطیگری نیست. انقلابیگری این هست که چگونه ما میتونیم آرمانهای انقلاب رو محقق بکنیم، چگونه میتونیم از استقلال ایران دفاع بکنیم، چگونه میتونیم قدرت اقتصادی ایران بالا ببریم. زمانی جنگ انقلابی کسی است که به جبهه میره، زمانی که سازندگی انقلابی کسی است که خش روی خش میگذاره که این کشور پیشرفت بکنه، این کشور توسعه پیدا بکنه. من فکر میکنم که در این زمینه تا کنون در زندگی خودم هم از همه شاخصهای انقلابی بودن با این تعریفی که خودم دارم حفاظت کردم، حراست کردم، بر اساس نیازهای جمهوری اسلامی در اون جایی که لازم بوده عمل کردم. فکر میکنی که کارهای رئیس جمهور بیشتر به توان مدیریتی و اجرایی او برمیگرده یا میزان اختیاراتی که قانون اساسی در اختیارش گذاشته یا میزان پایبندیش به اهداف انقلاب، آرمانهای امام، خواستهای رهبری؟ و هر ستاش هیچ کدوم از اینا در تضاد با دیگری نیست. رئیس جمهوری که تجربه کافی برای اداره امور کلان کشور نداشته باشه، رئیس جمهوری که مدیریت گذشتهش مدیریت موفقی نبوده باشه. ببینید مسائل کلان کشور یا سیاست خارجی است یا سیاست داخلی است یا اقتصاد هست، در اقتصاد شاخصهای کلان اقتصاد هست. اینها معمولا یا در دولت ها بس میشه یا در مجلس بس میشه. کسی که سابقه دولت مجلس نداشته باشه خیلی دشواره که به مثال کلان کشور آگاه باشه. در دورانی که سابقه داشته تصمیم گیریاش مهمه که چگونه تصمیم گیری کرده. پس سابقه رئیس جمهور، تواناییش در حل مسائل کشور، توانایی عملیاتیش که عمل کرده، تصمیم گرفته، نه اینکه شعار داده باشه. اون جایی که رئیس جمهور لازم بوده در گذشته یک تصمیم بگیره، آیا تصمیم دقیق گرفته یا نگرفته. قانون اساسی هم رئیس جمهور شخصیت دوم کشور میدونه. مردم باید بدونن دارن به شخصیت دوم کشور رأی میدن، کسی رو انتخاب میکنن که بعد از رهبری مهمترین شخصیت کشور هست. خب حتما کسی که جایگاهش جایگاه نفر دوم هست، مسئول اجرای قانون اساسی هست، علاوه بر اینکه رئیس قوه مجریه است، مسئول اجرای قانون اساسی است، اصول قانون اساسی. سوگندی که رئیس جمهور میخوره خیلی سوگند سنگینی است. رئیس جمهور در پیشگاه خداوند متعال به قرآن سوگند یاد میکنه که یک مجموعه کارهای بسیار مهم انجام بده. هم باید به توانمندی خودش مطمئن باشه که قادر هست این کار رو انجام بده، هم این حق قانون اساسی بهش داده که چنین کارهای بزرگی انجام بده باید الزاماتش و ابزارش براش فراهم بشه. رئیس جمهور حتما باید با تکیه بر آرمانهایی که برای نظام ترسیم شده حرکت بکنه. من فکر میکنم که همه اینها میتونه و باید در کنار هم قرار بگیره که ما یک رئیس جمهور توانا و کارآمدی برای کشور داشته. جناب آقای جهانگیری، چقدر توان کار با منتقدان خودتون رو دارید؟ آیا منتقدان در کابینه شما یا حداقل به عنوان مشاور جایگاهی خواهند داشت در دولت شما؟ من شخصا معتقد هستم که کسانی که انتقاد میکنن از سیاست‌های دولت، از برنامه‌های دولت، از عملیات اجرایی دولت، دارن به دولت کمک میکنن. کمک میکنن که دولت بهتر تصمیم گیری بکنه. از وقت خودشون، از سرمایه خودشون میگذارن، مطالعه میکنن سیاست‌ها و راهکار میدن، نقد میکنن سیاستی که دولت تصمیم گرفته. اگر نقد نشه دولت در یک مسیر اشتباهی بره، ممکن است بره جلو به خودش تنها نه، کشور به پرتگاه ببره، کشور به جای خطرناکی ببره. منتقدین به موقع چراغ
قرمز روشن میکنن، به موقع آژیرهای خطر به صدا در میارن که این مسیری که داری میری اشتباه است. باید قدر منتقدان دانست، باید از منتقدان با آغوش باز استقبال کرد. مسئله ای که وجود داره بین انتقاد و تخریب دو تا موضوع و دو تا مسئله جداگانه است. یه عده‌ای از ابتدایی که یه گروهی میخوان کار بکنن، چون این گروه رو در جهت خودشون نمیدونن، در جهت سیاسی با خودشون همراه نمیدونن، در واقع با رأی ملت ضدیت میکنن، با ملت ضدیت میکنن، میخوان ملت به ملت پشیمان بکنن از کاری که ملت انجام داده. اینا تخریبه، وگرنه انتقاد باید با آغوش باز استقبال کرد. من حتما همینطور که تا الان در همه جایی که کار کردم، یکی از روشهایی که پیش گرفتم این بوده که منتقدین در کنارم باشه. من در وزارت صنعت معدن بخش خصوصی که به صورت طبیعی باید تبعیت بکنه از سیاست‌های صنعتی که اتخاذ میشه، یک مجموعه 15 نفری از بخش خصوصی به عنوان مشاورین خصوصی انتخاب کردم. گفتم هر تصمیمی که در دولت و در وزارت صنایع قرار است گرفته بشه، ابتدا شما ببینین، اگر شما تایید کردین بعد به ما بدین، ما اون تصمیم رو قبول داشتیم اجرا میکنیم. بسیار خب، وارد حوزه سیاست خارجی بشیم و سوالاتی که در این زمینه مطرح هست. رهبر معظم انقلاب در عید مبعث به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توصیه کردن که برای حل مشکلات کشور و گشودن گره ها نگاه به بیرون از مرزها نداشته باشند، بلکه نگاهشون به مردم و توانایی های داخل کشور باشه. لطفا از دوربین شبکه خبر این قول رو به مردم بدید. من از دوربین شبکه خبر استفاده می کنم، یه مقدار توضیح میدم این موضوع. ببینید، نگاه به بیرون کردن به این معنا که منتظر بمانیم که بیرون امکاناتی بیاید، یک توجهی بکند، مشکلات ما حل بشه، خب این حتما یک راه اشتباهی است. مردمی، کشوری که نتواند برای حل مشکلات خودش فکر بکنه، خودش برنامه ریزی بکنه، خودش راهکار پیدا بکنه، ظرفیت‌های داخلی کشور به حرکت در نیاره، این کشور کشور پرپتانسیلی است. ایران کشور بزرگی است. ظرفیت‌هایی که در ایران قرار داره خیلی زیاده. در بخش اقتصادی ما بهترین منابع نفت و گاز داریم، ما بهترین معادن در ایران داریم، ما بهترین موقعیت جغرافیایی ایران داره. 15 کشور همسایه ایران است. در جنوب ایران خلیج فارس، دریای عمان، در شمال دریای خزر. ما نیروی انسانی بسیار قوی داریم، ما جوانان بسیار برومندی داریم، ما تحصیل کرده ها و نخبه های زیادی داریم. ده ها صد ها فرصت در ایران وجود داره که این فرصت ها رو ما باید بهشون متکی بشیم برای توسعه ایران. ولی اگر نگاه به بیرون ببریم توی اقتصاد مقاومتی، ببینیم اقتصاد مقاومتی چگونه با این برخورد میکنه. من از طرف مقام معظم رهبری بهم گفته شده فرمانده اقتصاد مقاومتی. ما یک ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی در دولت درست کردیم و بنده فرمانده این ستاد و مسئول این ستاد هستم. اقتصاد مقاومتی 5 رویکرد اصلی داره که این رویکردها در همه دستگاه‌ها باید اجرا بشه. 2 از این رویکردها، یکی از درونزایی، دیگری از برون‌نگری. درونزایی یعنی همه ظرفیت‌ها به کار گرفته بشه در داخل، آن چه ظرفیت ایران هست ازش باید استفاده بشه. برون‌نگری یعنی با دنیا تعامل بکنیم. ما یک اقتصاد منزوی نمیتونیم داشته باشیم، ما یک اقتصاد محصور نمیتونیم داشته باشیم. اقتصاد ایران الان طبق آمارهای معتبر بین المللی 18 اقتصاد دنیاست. اقتصاد بزرگی است، میلیاردها دلار سالی این اقتصاد با دنیا تعامل داره. ما از برون‌گرایی این 3 مطلب میتونیم: یک، اینکه با کالامون به دنیا صادر بکنیم، کالایی در داخل ایران تولید بکنیم به دنیا صادر بکنیم، شرکت‌های خدماتی ایران بتوانند در دنیا کار از دنیا بگیرن، کار عمرانی، کارهای توسعه‌ای اجرا بکنن، صدور خدمات فنی و مهندسی بتوانیم از دنیا، کشورهای صاحب فناوری، تکنولوژی و فناوری‌های روز وارد کشورمون بکنیم، بتوانیم در اون جایی که نیاز به منابع خارجی داریم منابع خارجی وارد بکنیم. ما الان فقط برای بخش صنعت نفت و گاز کشور 200 میلیارد دلار تر تهیه کردیم. خب معلومه که این 200 میلیارد دلار ما باید از خارج تامین بکنیم. ما نباید منابع داخلی ممکن میتونه در جاهای ضروری مثل روستاهای کشور، مناطق محروم کشور، مناطق نیازمند کشور هزینه بکنیم ببریم در صنعت نفت و گاز. صنعت نفت و گاز اینقدر
جاذبه داره که به شود از جاهای دیگه براش منابع جذب کرد. برونگرایی رو باید بهش توجه کرد. برونگرایی اقتصاد به این معنا باید با دنیا تعامل داشته باشیم، با دنیا در گفتگو باشیم، با دنیا بتونیم حتما از مسائل دنیا استفاده کنیم. اولویت سیاست خارجی شما چه است؟ ارتباط با کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین یا دیگر نقاط جهان و چرا؟ ببین، اولویت بر اساس منافع ملی کشور تعریف میشه. ما در هر جا منافع ملیمون بیشتر تامین بشه، اونجا میشه اولویت ما. حتما کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان جز اولویت اول ما هستن. ما اگه بخوایم با همسایه‌هامون حتی امنیتمون تعریف بکنیم، امنیت ما حتما با همسایه‌مون با هم گره میخوره. لذا اولویت نخست ماست، هم در تعامل اقتصادی ما، هم در تعامل‌های فرهنگی ما، هم در تعامل دیگه. ما حتما مسائلی که در آسیا داریم، به عنوانی که عضو آسیا هستیم و من بر اساس پیشبینی‌های معتبری که دارم از در قرن 21 دیگه دو طرف آتلانتیک تعیین کننده نیست برای توسعه. دو طرف آتلانتیک سهمش کمتر میشه در اقتصاد جهانی. آسیاست که سهمش افزایش پیدا میکنه، هند سهمش افزایش پیدا میکنه، چین سهمش افزایش پیدا میکنه. ما رزار باید روی کردمون حتما به کشورهایی باشه که فکر میکنیم در آینده در منطقه آسیا بیشترین توسعه دارن. حتما در کشورهای آفریقا ما جایی وجود داره که جزء اولویت‌هامون هست کار بکنیم. حتما در آمریکا جایی وجود داره که جزء اولویت‌هامون هست که باید کار بکنیم. و همینطور در قاره اروپا ما به هر حال هر جایی که منافع ملی کشور به اون وابستگی داشته باشه میشه در اولویت‌های ما بر اساس نیازهایی که داریم، بر اساس امنیت ملیمون و منافع ملیمون تصمیم گیری میکنیم. و راهبر دولت شما در منطقه برای حمایت از مقاومت از چه مؤلفه‌ای برخورداره؟ منطقه ما منطقه حساسی است. متاسفانه در مقطع فعلی با اتفاقات جدیدی روبرو شد. من فکر میکنم بخشی از این اتفاقات صرفا برای آسیب زدن به ایران طراحی شد. هم در قدرت‌های جهانی چنین فکری شد، هم برخی از کشورهای منطقه متاسفانه این همراهی کردند. داعش و گروه‌های تکفیری امروز به عنوان یک موضوع بسیار خطرناکی در کشورهای منطقه ما، خصوصا در کشورهای همسایه ما دارن خونریزی میکنن، مسلمان‌ها رو قتل عام میکنن و حتما حرکت‌هایی که اینا دارن در منطقه انجام میدن روی امنیت ایران حساسه. ما امنیت کشورمون و امنیت مردممون با هیچ چیز معاوضه نمی‌کنیم. باید مردم ایران همینجور که در مقطع فعلی به فضل الهی، به همت نیروهای مسلح، به همت مردم ما بهترین امنیت داریم در این کانون ناامن منطقه، ما از این امنیت باید حفاظت بکنیم و تا اونجایی که امنیت ایران و منافع ملی ایران ایجاب بکنه باید حتما در منطقه حضورمون به نوعی باشه که بتونیم منافع ایران و امنیت ایران حفاظت بکنیم. جناب جهانگیری، اگر آمریکا به هر بهانه‌ای تحریم جدیدی درباره ایران وضع بکنه، به موازات محکوم کردن چه اقدام عملی رو انجام خواهید داد؟ ببینید، به بهانه ممکنه بهانه‌های جدیدی پیدا بکنه، تحریم بکنه. از اول انقلاب هم آمریکا همواره تحریم کرده. تحریم‌های آمریکا هم هیچ وقت در اقتصاد ایران کارساز نبود. تحریم‌های آمریکا وقتی مؤثر میشه، وقتی اقتصاد ایران اذیت میکنه که دنیا خصوصا کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر با خودش همراه بکنه. ما مهمترین رسالتمون در سیاست خارجی این هست که با دیپلماسی فعال و قوی مانع این بشیم که آمریکا بتواند اجماعی از کشورهای قدرتمند دنیا علیه ملت ایران شکل بده و نشون دادیم که قادریم چنین نقشی ایفا بکنیم. برجام در واقع یک نمونه موفق از کار ماست که ما توانستیم خواسته خودمون بر قدرت‌های بزرگ دنیا تحمیل بکنیم. قدرت‌های بزرگ به طور قطع نمی‌خواستن حتی ایران یک دونه سانتریفیوژ داشته باشه. اصلا نمی‌خواستن ایران فناوری هسته‌ای داشته باشه. ما به فناوری هسته‌ای رسیدیم. یک اجماع بزرگ ملت ایران بود. این فناوری هسته‌ای رو به قدرت‌های بزرگ دنیا تحمیل کردیم، اونا حق هسته‌ای ما رو پذیرفتن. لذا اون یک توافق بین‌المللی است. آمریکایی‌ها هر وقت بخوان حرکتی مغایر با او انجام بدن حتما با عکس‌العمل ایران روبرو میشه. ایران کشور بزرگی است، میتونه عکس‌العمل داشته باشه و عکس‌العملش جوری باشه که کسی که میخواد ایران در فشار قرار بده حتما و
پشیمان بشه از اقدامش. بسیار خوب، حدود دو دقیقه از فرصت شما در این برنامه باقی مونده. اگر راجع موضوعی که مایل بودید صحبت بفرمایید و من نپرسیدم، این فرصت در اختیار شماست. من فکر میکنم که شرایط داخلی ایران، شرایط بین المللی ایران، وضعیت به نقطه رسونده که ما باید دنبال راهکارهای جدی باشیم. ما چالش‌های بزرگی پیش روی کشورمون داریم. این چالش‌ها با انسجام، با اینکه همه با هم باشیم، همه برای ایران باشیم، ایران به معنای واقعی دوست بداریم و همه تلاش بکنیم که مشکلات از پیش روی ایران برطرف بشه، این قدم اول است. برای اینکه این اتفاق بیفته همه باید بیان به صحنه. این نباشه که یک گروهی پیروز بشه، گروه دیگر احساس بکنه شکست خورده. باید تمام جریانات سیاسی، تمام ظرفیت‌های مدیریتی کشور باید به کار گرفته بشه. باید الگوی مدیریتی ترسیم بشود که با این الگو ما قادر باشیم مشکلات کشور حل بکنیم، قادر باشیم ابر شارش‌های پیش روی کشور پشت سر بذاریم. یکی از اونها مسئله بیکاریه، یکی از اونها مسئله آبه، یکی از اونها مسئله محیط زیسته و از این دست مشکلات. ما باید به شخصیت‌هامون احترام بگذاریم، ما باید به سرمایه‌های اجتماعی کشور احترام بگذاریم، ما باید سرمایه‌های نمادین این کشور که امروز تبدیل شدن به یک سرمایه بزرگ برای کشور، باید اینا رو احترام بگذاریم، باید اینا رو کمک بیاریم. هر کدوم از اینا قادر هستن یک گره و یک مشکل از مردم حل بکنن. چرا نمیگذاریم اینا بیان مشکلات مردم حل بکنن؟ چرا نمیگذاریم اینا بیان مشکلات جهان اسلام و منطقه رو حل بکنن؟ باید زمینه به وجود بیاریم که همه اینا بیان. و من فکر میکنم که دولت دوازدهم دولتی باید باشه که توانایی حل چنین مشکلاتی داشته باشه. در حد وسع و توان خودم در خدمت ملت ایران هستم برای اینکه بتونم در این مقطع از تاریخ نقشی ایفا بکنم برای حل مسائل و مشکلات پیش پای ملت. بسیار خوب جناب آقای جهانگیری، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه و از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. ممنون از حضورتون. خیلی متشکرم. سپاسگزارم.